تکرار کنید از اولش، جسارتا یه بار از اولش تکرار کنید این جملتون رو. کجا اعتقاد ندارید، کجا اعتقاد دارید؟ اعتقاد، ایمان، باور در زندگی ما ارزش نداره. موضوعات یا میفهمم یا نمیفهمم، یا میدانم. یقین ما این حرف میدانم امروز، ما این حرف میفهمم که کیهان ما نیاز به خدای نداشته و امروز هم خدای در این کیهان نیست و نیستی قابل اثبات نیست. الان شما که میگین هست، شما ثابت بسازین ما میشنم. من یه لحظه لباس مناسب ببوشم تصویر بدم جسارتا. مشکل من ندارم، با تصویر بی تصویر. ببینید بزرگوار، شما گفتید که من در عدم وجود خدا یقین ندارم، خب ولی تا الان برام ثابت نشده که خدای وجود داره، این درسته یا نه؟ نظرتون همینه؟ بله، خدا اگر قرار باشه ثابت شوه برمیگرده به کسی که ادعای خدا را میکنه. من ادعای وجودش هم ندارم، ادعای عدم وجودش هم ندارم. من ادعا ندارم. شما ندانم گرایید دیگه، آتئیست نیستید. شما نه، شما درک ندانستین، حرفای مرا درک نمیتونین دوست عزیزم. من چیز دیگه ای میگم با شما. همین لتون ندارم گرا فردی است که در مورد ماورا بودن خدا مشکوک است. من مشکوک نیستم، ماورا وجود ندارم. ما کاری به وجود ماورا یا نداشتیم. چرا خدای شما ماورایی است؟ تو مسلمان هم هستی دیگه، کاری به وجود ماورا نداریم. تو مسلمان هستی، جمله داریم اون جمله رو واکاوی میکنیم. بزرگوار، شما میگید من به عدم وجود خدا یقین ندارم، یعنی نگفتم که خدای متعال وجود نداره. سلام خدمت همه دوستان بزرگوار. شما میگید من به عدم وجود خدا یقین ندارم، اما برام ثابت نشده. خب یعنی اگه یقین براتون حاصل بشه ثابت هم میشه. این آتئیست نیست. آتئیست یعنی یقین دارد، اعتقاد دارد، ثابت میکنه. تعریف کنین آتئیست و برام تعریف کنین لطفا. الان میام خدمتتون. آتئیست یعنی کسی که ابطال وجود خدا. نه، عدم واژه آتئیسم برام تعریف کنین. واژه آتئیسم چی معنا میده؟ واژه آتئیست براتون، آتئیسم یا آتئیست که میشه فرد مورد نظر، رو در مورد علم هم میخواستم همین کار رو بکنم براتون، کاملا سرچ میکنم که قابل. نه، شما خود گفتین که شما میفهمین، سرچ رو بگذارین در جایش، شما بگوین. باور نداشتن به وجود خدای متعال میشه آتئیسم. یک نهله فکر. شما درک از آتئیسم ندارین. واژه ای چی معنا میدن؟ بله، واژه ای در آغاز ایتیزم یک واژه است به نام ای. ای چی معنا میده؟ بزرگوار این حرفا ببینید، این ای چی معنا میده؟ ای چی معنا میده؟ یه آتئیست داریم، خب یه آتئیست داریم مخالفش هست. نه، من شما چیز دیگه میپرسم، شما چیز دیگه میگین. من برای شما میگم ای که در ابتدای آژه واژه نفس رو میده، معنای نفی رو میده، معنای عدم رو میده. اون ای که اول تئیست هستش. بله، بعد از ای تیست تیست هست. اول ای هست. ای انکار معنا میده. ای انکار معنا میده. بله، انکار کردن و رد کردن دو بخش قضیه است. بخاطر که وقتی ما میخواییم رد کنیم، ما نیاز به چی داریم؟ استدلال داریم که با استدلال رد کنیم و ثابت کنیم در پهلوی ازی که رد میکنیم وجود عدم. وجودش را ثابت کنیم. بنابراین آتیزم یا ایتیزم ایش هر وقت رد کردن معنا میداد، شما میتونستین از من تقاضا کنین که من عدم وجود خدا را برای شما ثابت کنم. اما الان که ایش انکار کردن معنا میده، من فقط خدایی را که شما پیشنهاد میکنین میخواین ثابت کنین و ما میدونم او را انکار کنم، نظر به دلایل منطقی و عقلی و علمی. من خدایی نه پیشنهاد دادم نه ثابت کردم، اصلا به اونجا نرسید. اگر قرار باشه که شما پیشنهاد کنین، ما در مورد خدای شما از حرف ای استفاده میکنم که رد کردن نیست، انکار کردن است. وقتی ما بخوایم رد کنم، ما باید ثابت کنم که خدا نیست. اما من رد نمیکنم. سخنتون گفتید من مبارزه با اعتقادات تشیع میکنم، برترین اعتقاد تشیع وجود خدای متعال هستش. مگه رد نمیکنید؟ من مبارزه با دین اسلام. مبارزه من با دین اسلام است.
خب پس این که تناقضه که شما همین الان دارید میگید من انکار نمی کنم، انکار فقط می کنم، نفی می کنم، رد نمی کنم، یعنی بخوام ثابت کنم ابطالش. خدا و اسلام فرق داره. اسلام مکتب سیاسی است، باور به خدا باز موضوع بعدی است. الله شخصیت سیاسی است، نه شخصیت خالق کیهان. اسلام دین اسلام دینی نیست که باور مذهبی را بیان کنه. اسلام یک مکتب سیاسی است که بالای شکم، بالای گرده های من و تو توسط غرب بنیانگذاری میشه تا در سرزمین های ما مصرف خودزنی و مصرف جنگ داخلی باشیم و آمریکا، انگلیس بیایه بالای شانه های ما بنشینه. این به خدا ربط نداره. اسلام به خدا چه ربط داره؟ من یه لحظه الان میام خدمت. باشه. اسلام به خدا ربط نداره. الله به خدا ربط نداره. ما وقتی در مورد وجود خدا میخواهیم صحبت کنیم، ما با دیست بحث میکنیم، با تیست بحث میکنیم، با پانتیست بحث میکنیم. اما با یک مسلمان دیگه در مورد وجود خدا بحث کردن معنا نداره. چون اسلام دین خدا باوری نیست. اسلام دینی است که شخصیت سیاسی الله بنیانگذارش است. الله خدا نیست. الله را جایش از خالق کیهان جدا کنین. الله مکتب سیاسی است. اللهیزم یا محمدیزم مربوط خدا نمیشه. در صحبت میکنم این در ایران الان آخر شب هستش. ببینید من به خاطر این رو مطرح کردم که شما آیا در رد خدایی که ما ادعا میکنیم اعتقاد دارید، یقین دارید و در صدد اثبات رد هستید، یا صرفا خودتون اعتقاد ندارید؟ شما گفتید من مبارزه میکنم، بعدش گفتید که من به خدای شما، به عدم وجود خدا یقین ندارم، یعنی بخوام اعتقادم این باشه اعلام کنم که قطعا خدا وجود نداره، ولی گفتید تا حالا بهش نرسیدم. خب این مبارزه بازم اشتباه میکنید. خب درستش این است که من مطمئن هستم که امروز در جهان کنترل جهان به عهده هیچ خدایی نیست و خالق جهان هیچ خدایی نبوده. اما اگر شما ادعا میکنید که خدا هست، من میتونم خدای شما را انکار کنم با دلایل منطقی. تمام. خب پس شما بالاخره در صدد رد هستید دیگه، یقین و اعتقاد به عدم. دوست عزیزم، چیزی که وجود نداره او رد نمیشه. خدا نیست که ما او را رد کنیم. خدای شما انکار میشه. من با همین جای بحثتون کار داشتم. اعتقاد، قضاوت، اعلام یقین، چه به وجود چیزی یا چه به عدم وجود چیزی، نیازمند دلیل و اثبات هست. خوب دقت کنید دوستان بزرگوار، یه روشی که افراد آتئیست به کار میبرن اینه، میگن افراد دین باور، خدا باور، اونا دارن ادعا میکنن خدا هستش، اونا باید دلیل بیارن. خب ما میگیم این در صورتی است که شما ادعا بر رد نکنید. اگر اونا ادعا بر رد بکنن، میگم آقا هر دلیل، هر ادعا، هر قضاوتی نیازمند دلیله. چه ادعا دارم طبق عقل مخاطب و انسان ها میگن دیگه، من ادعا میکنم این گوشی هست، به چه دلیل؟ به دلیل بدیهیات عینی مثلا. خب ادعا میکنم این گوشی اینجا نیست، به چه دلیل؟ به دلیل دلایلی که میارم. هر ادعایی خلاصه نیازمنده تصویر رو ببندیم. نه مشکل ندارم، بفرمایید. هر ادعایی، هر قضاوتی، هر اعلام یقینی، چه در اثبات چه در نفی، نیازمند دلیله. پس اینطور نباشه خودتون رو بری بدونید، بگید نه ما فقط باید ثابت. من در صورتی فقط باید ثابت بکنم که شما ندانم گرا باشی، بگی من نمیدونم وجود داره یا نه. ولی وقتی بگی یقین دارم وجود نداره، باید برای یقینت شما دلیل بیارید، چون هر قضاوتی نیازمند دلیل هستش، چه عدم چه اثبات. این از این مطلب. یه مطلب دیگه از حرفای عجیبی که شما گفته بودید تو لایو قبلی با حاج محمد من دیدم گفته بودید، این بود که گفتید کائنات صاحب شعور نیست. درسته؟ گفتید که کائنات صاحب شعور نیستش. خب من اول این قبلی رو به خاطر این مطرح کردم که تکلیف من با شما مشخص شه. شما بالاخره ندانم گرایید یا آتئیست؟ خودتون دارید میگید آتئیست. پس شما دلیل بر رد خدا دارید، یقین به عدم وجود خدا دارید و در مبارزه با
خدای ادیان و اعتقادات ما و اینها هستی. این که میگید من بهش نرسیدم رو دیگه نباید بگید، باید بگید رسیدم. بذارین برای بار آخر ما براتون توضیح بدم، یک بار دیگر توضیح بدم، امیدوار هستم که بتونین درک کنین که من چی میگم. گوش کنین دوست عزیزم، جمله شما متناقضه، یه جاش میگید نمیدونم، یه جاش میگید رسیدم. یک نظر دوست عزیزم، یکی ادعای عدم وجود خدای تو است، ادعای عدم وجود خدای تو است که من او ادعا را ندارم. تو ادعای وجودش داری، تو برای من ثابتش میکنی، من میتونم انکارش کنم. من ادعای عدم وجود خدای تو را ندارم، من با تو شانس میدم، من با تو صحبت میکنم، ثابت کن خدای تو. تمام. ما هر خدای مد نظرمون، من اصلا کاری به خدای خودم ندارم. هر خدای را کس... نه، تو تنها در مورد خدای ار... تو در مورد یک خدا هم زمان میتونی صحبت. اصلا وارد اون نمیخوام بشی. آتئیست هیچ خدایی رو باور نداره، حالا چه اسلام باشه چه نمیدونم خدای. شما چرا از واژه باور در برابر ما استفاده میکنید؟ من باور در زندگی میگم، در زندگی من باور ربط نداره. تو بازم مرا میگی باور، من میگم من باور نمیشناسم. اجازه بدید، شما الان یقین به عدم وجود خدا داری یا نه؟ اسم این باور هست یا نه؟ باور یعنی چی؟ بله، باور به این معنا که من دلایل و شواهد زیادی دارم در برابر ای که خدایی وجود ندارم، اما مطمئن هستم من به این که تا امروز هیچ خدای قابل اثبات نبوده و شما هم که بیاین خدایتان را ثابت کردن نمیتونین. من به این احساس میگم خدا نیست، چون شما نمیتونین ثابت کنین. اگر شما ثابت نه کردین نه اصلا کاری به ما نداشته باش. شما بزرگوار، ببین شما کاری به ما چرا با شما خدا را شما هستین که بنیانگذاری میکنین. خدا را کیهان بر ما بنیانگذاری نکرده، انسان ها خدا را بنیانگذاری کردن. شما به نتیجه بی باور بودن رسیدی یا نرسیدی؟ همین باوره، باور بر عدم اعتقاد. متوجه؟ بازم شما میگین، بازم شما اشتباه درک میکنین، بازم شما مرا نمیفهمین. شما یا گویش مرا نمیفهمین یا مشکل دیگه ای دارین. من براتون با زبان خودم میگم که شما میگید در زندگی تناقضه. ما دانستن و فهمیدن رول دارن، نه باور و عدم باور. بفرمایید شما جملتون رو بفرمایید، قضاوت با مخاطبین که توش تناقض وجود داره یا نداره بفرمایید. ببینید بازم من براتون یاد میکنم، آتیست یا من آتیست فردی هستم که ازی دریافت کردیم که تا امروز هر کسی که ادعای وجود خدا کرده نتانسته ثابت کنه، انکار شده خدایشان، و ما تا امروز هم در جریان انکار کردن همان خدایی هستیم که چند هزار سال قبل پیشنهاد شده بود و میخواستن که ثابتش کنند. اینقدر توضیح چیه بزرگوار؟ اینقدر یک توضیح لحظه. وقت شما به خدا و خدایان هر خدایی چه اعتقادی دارید؟ آقا یا اعتقاد داری به خدای من نداری، به دیگران داری، یا به هیچ کدومش نداری؟ یک کلام صحبت مطلق صحبت کردن روش علمی نیست. مطلق شما صحبت مطلق کردن. مگه نگفتید عالم زی شعور نیست؟ مگه نگفتید عالم هوشمند نیست؟ بله، نداره عالم شعور، نداره عالم شعور. شما یک موضوع رو بگیرین، یا این موضوع رو بگیرین یا اون موضوع.